دوستان سلام، با یه ویدیو دیگه در خدمتتون هستم. در این ویدیو پسوندی رو داریم که خیلیاتون میخواستید راجع به این حتما این ویدیویی داشته باشیم، بنابراین منم هر جوری بود این ویدیو رو براتون تدارک دیدم. چیزی که قرار امروز یاد بگیرید صفات فیل و یا فعلی هستش که ازش به عنوان صفت استفاده میشه، یعنی یک چیزی رو توصیف میکنه. مثلا میگه یه قضیه که فلان فعل روش انجام شده. و در صورتی میتونیم یک فعل رو به شکل صفت بیاریم که پسوند دیگی رو در اون اضافه بکنیم که این پسوند هم حالت چهارگانه داره هم صرف میشه. ولی خب ببینیم که این پسوند اصلا چجوری میاد، از کجا میاد، چرا اینجوریه، چه مدلیه، شکلهای مختلفش چجوریه و چجوری استفاده میشه. ببینید فعل رو داریم چه در حالت مثبت چه در حالت منفی به اضافه پسوند دیک میشه در حالت چهارگانه، یعنی در چهار حالتی که با صفتهای با هماهنگی صدا این پسوند وصل میشه. کل این در واقع میشه یعنی یکسان میشه با فعل جمع مذکر گذشته. خب ولی خب حالا چون میخوایم ساده تر باشه براتون میگیم فعل چه مثبت چه منفی به اضافه دیک به اضافه شناسه ها. حالا ما این شناسه ها هم به صورت چهارگانه هستش که هر شکلی که اینجا میبینید همون شکل رو هم شناسه ها دنبال میکنن، یعنی هماهنگی صدا رو از همین پسوند داریم تا شناسه ها. یه مثال کوچیک بزنم، مثلا اینجوری میشه فعل استمک ایسته به اضافه دیک به اضافه ای، چون وقتی پسوند صدادار میاد اینجا بعد واسه این حرف که چی میشه یوموشاتما اتفاق میفته، نرم میشه، این نرم تلفظ میشه و میشه ایستدی. ایستدی تقریبا مثل یه تلفظ میشه اینجا یوموشاگه، ولی خب از لهجه ای به لهجه دیگه فرق میکنه، ولی در لهجه معیار یه تلفظ میشه. ممکنه در شرق ترکیه حتی به شکل ایستدیگی هم یعنی گ هم تلفظ بشه که خیلی ممکنه کم پیش بیاد براتون که هم چیزو بشنوید، ولی خواستم که بدونید. یه چیزی هست اینجا در سوم شخص جمع همونطور که میبینید میشه حالت مفرد ازش استفاده کرد و یه حالت جمع استفاده کرد. همین فعل رو ما اینو بخوایم به این هر دو شکلش بنویسیم میشه چی؟ میشه استدیکلری، در واقع لرد رو داریم اینجا به اضافه ای، اینجا هم لرد رو داریم به اضافه ای که میشه استدیکلری. معنی این میشه آنچه که میخواد، اینجا میشه آنچه که میخواهند. حالا تو مثالای بعدی ببینیم چطور استفاده میکنیم ازش. قبلش اینجوری بهتون بگم این پسوند دیگی رو ما اجرایی ببینیم که چطور شکل میگیره. اگر هجای آخر کلممون به صدای ا و یا ای ختم بشه پسوندمون اینطوری صرف میشه: دیم، دین، دی، دیمیز، دینیز، دی و یا دیکلری. من واسه این که چیز بشه همون حالت کوتاهش رو در نظر گرفتم که سوم شخص رو
عادت هم بکنید که در حالت مفرد هم به کار میره، حتی اگه فاعلمون جمع باشه. حالا اگر هجای آخر کلمه‌مون صدای آ و یا او باشه میشه چی؟ میشه دم، دن، د، دمز، دنز، د. اینجا بیشتر صدای غ میده. به مرور زمان عادت میکنید که کجا چجوری تلفظش بکنید. خب همونطور که میبینید پسوندمون با حرف د شروع میشه. اگر حرف آخر کلمه‌مون یکی از حروف فستوکش شهاب باشه، این د تبدیل به ت میشه. یعنی میشه تیم، تین، تی، تینینیز، تینیز، تی، و یا تیکلده. همینطور هم این طرف اگر حروف فستوکش شهاب رو داشته باشیم میشه تم، تن، ت، تمز، تنز، ت. اگر هجای آخر کلمه‌مون یکی از صداهای او و یا او رو داشته باشه میشه دوم، دون، دو، دوموز، دونوز، دو. اگر صدای او و یا او رو داشته باشه میشه دوم، دون، دو، دوموز، دونوز، دو. دقت که میکنید وقتی صدای کلوفت رو داریم غ تلفظ میشه یا مشاکیمون، وقتی صدای نازک رو داریم بیشتر تمایل داره که ی تلفظ بشه. حالا اینجا هم فستوکش شهاب داشته باشیم، دوباره حرف د به حرف ت تبدیل میشه، میشه توم، توغون، تو، توغوموز، توغونوز، تو. اینجا هم اگر فستوکش شهاب رو داشته باشیم در صدای آخر کلممون میشه تویم، تویم، تو، تویمز، تویمز، تو. به این شکل. اینا رو میتونید استوب بزنید، یادداشت بکنید خودتون. بهتره که بریم سر مثال ها. خب نگاه بکنید اینجا فعل استمک رو در نظر گرفتم چون فعل خیلی پرکاربردی هستش. استدیم میشه، خب ببینید اول اینجوری بگم، خب میشه استدیم، استدیم، استدیه، استدیمز، استدینز، استدیه و یا استدیکلره. حالا ما میتونیم قبل از اینها فاعل هم بیاریم، صفتهای فاعلیمون رو بیاریم، ولی در این حالت، در این ساختار، وقتی که گرامرمون این هستش، از پسوند دی استفاده میکنیم، فعلمون حالت صفت ساز شده، فاعلمون هم حالت مالکیت پیدا میکنه، چون این یک جمله نیست این فعل معمولی باشه و فاعل معمولی داشته باشه. در واقع ما اینا رو خواهیم داشت: بنین استدیم، سنین استدیین، اونون استدیه، بیزیم استدیمیز، سیزین استدیینیز، اونلارن استدیه. خب دقت بکنید اینجا صفتهای مالکی داریم، صفتهای ملکی رو داریم اینجا و صفتهای فاعلی رو نداریم. ما اینجا میتونیم اینا رو بیاریم و یا نیاریم، چون شناسه مشخص میکنه که فاعلمون چه کسی هستش. ولی اگر خواستیم بیاریم بدونید که از صفتهای ملکی استفاده میکنیم. حالا ببینیم که معنیش چیه. بنیم استدیم چیزی که من میخوام، سنین استدیم چیزی که تو میخواهی، اونون استدی چیزی که او میخواهد، بیزیم استدیمیز چیزی که ما میخواهیم، سیزین استدیمیز چیزی که شما میخواهید، اونلارن استدی چیزی که آنها میخواهند.
خب همونطور که میبینید اون چیز اینجا مشخص نیست و حالت پنهان داره. ما اینو به صورت چیزی معنی کردیم که شما متوجه بشید. حالا وقتی که این در حالت صفت برای کلمه دیگه ای به کار برده بشه اینجوری میشه. فرض کنیم ما اون صفت های فاعلی رو استفاده نمی کنیم چون نیازی نیست. نمیخوام اینجا شروع بشه. اینا رو داریم. استدیم بلوم. بلوم مثلا اگر یک دانشجویی راجع به بلوم حرف بزنه معمولا راجع به رشته تحصیلی و شاخه تحصیلیش داره صحبت میکنه. رشته تحصیلی که من میخوام. استدیین رنگ. رنگی که تو میخوای. استدی شی. چیزی که اون میخواد. استدیین زمان. زمانی که ما میخواییم. استدیین از اودا. اتاقی که شما میخواید. استدی پارامیکدار. مقدار پولی که آنها میخواهند. ممکنه بپرسید که سوم شخص مفرد و جمع که حالا یکی هستن ما از کجا بدونیم اگر مشخص نباشه. معمولا مشخص میشه. شما از بقیه جمله میتونید متوجه بشید. در حالت عادی اگر مشخص نباشه حتما گوینده و یا نویسنده از صفت اونلار حتما استفاده میکنه که ابهام زدایی بشه. شما میتونید همین کار رو بکنید. بریم سراغ مثال بعدی. اینجا منفیشو مثال زدم. همونطور که تو فرمولم داشتیم چه به صورت مثبت چه به صورت منفی میاد. بعد پسوند دیم رو داریم. استم دیم بلوم. رشته تحصیلی که من نمیخوام. استم دیم رنگ. رنگی که نمیخواستی. رنگی که تو نمیخوای. استم دیم شی. چیزی که اون نمیخواد. استم دیم زمان. زمانی که نمیخوایم. استم دین از اودا. اتاقی که شما نمیخواید. استم دی پارا. مقدار پولی که آنها نمیخواهند. خب دقت بکنید این حالت چیز نداره. حالت فعل نداره که بخواد اینجا زمان داشته باشه. بنابراین در ترجمه من از زمان حال ساده استفاده کردم. ولی اینجا بسته به اون زمانی که بقیه جمله داره ممکنه که ترجمهش فرق بکنه. مثلا استمدیم زمان بشه بگه زمانی که ما نمیخواستیم. میتونه به صورت فعل گذشته ترجمه بشه. و معنیش فرقی نمیکنه. کاربردش هم فرقی نمیکنه. گیدیم مازا. مغازه‌ای که رفتم و یا مغازه‌ای که رفته بودم. و یا مغازه‌ای که می رفتم. ببینید زمانش فرقی نمی کنه. گیدی نزیر. جایی که تو رفتی. گیدی شهر. شهری که او رفت. گیدی نیز اولکه. کشوری که ما رفتیم. گیدی نیز پارک. پارکی که شما رفتید. گیدی مکان. مکانی که آنها رفتند. همینو منفیش کردیم. گیت مدی مازا. مغازه‌ای که نرفتم. گیت میدین یر. جایی که تو نرفتی. گیت میدین شهر. شهری که اون نرفت. گیت میدین از اولکه. کشوری که ما نرفتیم. گیت میدین از پارک. پارکی که شما نرفتید. گیت میدین مکان. مکانی که آنها نرفتن. دقت که بکنید ببینید. قبلش که گیت رو داشتیم کنار ده این به ت تبدیل شده بود. ولی اینجا چون م رو داریم به عنوان پسوند منفی درست باید بچسبه به فعل. این پسوند منفی رو که داریم دیگه هجای آخرمون هجای قبل پسوندمون صدای ا هستش. لزومی نداره ما ده رو به ت تبدیل کنیم. پس بنابراین این شکلی میمونه. سعی کنید اینجوری بنویسید یادداشت بکنید. مثلا یه دونه مثبت همونو منفی رو جلوشو بنویسید یا یه دونه منفی همونو چیکار کنید مثبتش رو جلوش بنویسید. اینجوری تمرین بسیار عالی میشه. یازدهم مکتوب نامه‌ای که نوشتم. یازدهم جمله جمله‌ای که تو نوشتی. یازدهم کتاب کتابی که اون نوشت.
Yazdığımız dilekçe, derhasti ki ma neveştim. Yazdığınız kağıt, kağıdı ki şoma neveşti. Yazdığı mesaj, peyami ki anha neveşti. حالت منفیش رو داریم. یازمادغم مکتوب. نامه ای که ننوشتم. یازمادغم جمله. جمله که تو ننوشتی. یازمادغم کتاب. کتابی که اون ننوشت. یازمادغمز دیلکچه. درخواستی که ما ننوشتیم. یازمادغمز کاغذ. کاغذی که شما ننوشتید. یازمادغم مساج. پیامی که شما ننوشتید. پیامی که آنها ننوشتند. خب کارهایی که من رها کردم. براکتغم ایشتر. براکتغم ایشتر کارهایی که من رها کردم. براکتغم مساج. پیامی که تو گذاشتی. براکتغم میراس. میراسی که اون به جا گذاشت. براکتغمز چوب. آشغالایی که ما رها کردیم. براکتغمز انسانلار. İnsanlar ki şoma raha kerdi. Bıraktığı alışkanlıklar adet ve ki anha raha kerdi. Hop. Hala dikkat bakonid. İnce harf kero daştin. Pasvandamı bu harf t şuru şur. Hala ki manfi mi konin. Dige bebinid. İnce dige fıstıkı şahab neyiz. İnce seday aru darin. Pas. فندم با حرف د شروع میشه. براکمادغم ایشلر کارهایی که من رها نکردم. براکمادغم مساج پیامی که تو نگذاشتی. براکمادغم میراس میراسی که به جا نگذاشت. براکمادغمز چوب آشغالایی که ما رها نکردیم. براکمادغمز انسانلار انسانهایی که شما رها نکردید. براکمادغ آلیشکانلیکلار عادتهایی که ترک نکردند. خب حالا بریم سراغ مثال بعدی. اتوردوم ev خانه‌ای که من زندگی میکنم. اتورماک هم به معنی نشستن هستش، هم به معنی اقامت کردن. اتوردوم صندلیه، صندلی که تو نشستی. اتوردوم محله، محله‌ای که او زندگی میکنه، اقامت میکنه. اتوردوموز یر جایی که ما نشستیم و یا جایی که ما اقامت داریم. اتوردوموز کلتوک مبلی که شما نشستید. اتوردوم مکان مکانی که آنها نشستند. منفی کردیم. اتورمادغم اب خانه که من زندگی نمی کنم. اتورمادغم صندلیه، صندلی که تو ننشستید. اتورمادغم محله، محله که او زندگی نکرد بیان می کند. اتورمادغمز یر جایی که ما ننشستیم. اتورمادغ کلتوک مبلی که شما ننشستید. خب اینجا یه غلط املایی داریم. شما غریبه نیستید. من درست کنم. اتورماد دغ. خب اینجا وقتی که پسوند ما رو داریم و بزرگش کنم، وقتی که پسوند ما رو داریم دیگه هماهنگی صدا از صدای او در حالت مثبتش باید برگرده به صدای او. به خاطر همین من موقع درست کردن اینا رو فراموش. مکانی که آنها نشستند. اتورمادغ مکان. مکانی که آنها ننشستند. خب نگاه کنید. اینجا هم واسه اینکه هم‌آوایی صدای او و او رو نشون بدم این مثال رو زدم. وقتی که منفی میشه دقت کنید که این پسوند صداهاش عوض میشه. گردون منظرا، منظره‌ای که من دیدم. گردون شی چیزی که تو دیدی. گردون انسان کسی که او دید. گردون شیلر چیزایی که ما دیدیم.
Gördüğünüz gibi, همونطور که شما دیدید. Gördüğü yer, مکانی که آنها دیدند. خب دقت کنید اینجا منفی که کردیم فدای پسوند دیگی چی شده؟ با پسوند منفی سازمون هماهنگ شده. Görmediğim manzara, منظره که ندیدم. Görmediğin şey, چیزی که تو ندیدی. Görmediği insan, کسی که او ندیده. Görmediğimiz şeyler, چیزایی که ما ندیدیم. Görmediğimiz gibi, همونطوری که شما ندیدید. Görmediği yer, مکانی که آنها ندیدند. بسیار. Yaptığım işler ona yetmiyor. حالا جمعه رو داریم که ممکن زندگی روزمره مشابهشون رو بشنوید. Yaptığım işler ona yetmiyor. کارهایی که انجام دادم برای او کافی نیست. Benim yaptığımı biliyor mu? آیا میداند که من انجام دادم؟ Benim gördüğüm ile senin anlattığın farklı. چیزی که من دیدم، benim gördüğüm, چیزی که من دیدم با چیزی که تو تعریف کردی، senin anlattığın. چیزی که تو تعریف کردی تفاوت داره. جمله بعدی. Benim telefonda görüştüğüm kişi şu an konuştuğumuz kişi değil. یه کسی که پشت تلفن صحبت کردم همون کسی نیست که الان با اون حرف زدیم. خب گرشتویم کشی یعنی کسی که با تلفن حرف زدم. خونشتویموز کشی یعنی کسی که رو در رو باش حرف زدم. حرف زدیم. خب باکالم بنیم سویلدیم می دورو اونون سانا یزدگمی. که ببینم چیزی که من گفتم درسته یا چیزی که اون برات نوشته. سانا یازدگی. چیزی که اون نوشته. دویدوğumuz şeyler doğru mu? آیا چیزایی که شنیدیم درسته؟ دویدوğun yer mi? دویدوğun yer mi? جایی که به دنیا میای یا جایی که شکم سیر داری؟ این یه سوالی هستش که معمولا میپرسن از خیلیا به حالت ضرب المثلی داره. یعنی شما جای امنیت و آسایش دارید که سیر بشید. شکم سیری داشته باشید. نه صرفا جایی که به دنیا اومدید. کدومو ترجیح میدید؟ جایی که به دنیا اومدید یا جایی که سیر میشید؟ Bilmedikleri çok şey var. خب دوستان نگاه کنید اینجا. اینجا اسممون çok şey هستر. Bilmedikleri این چیزهایی که نمیدونند زیاده. میتونست بگه bilmediği çok şey var. این هم حالت پسوندسازی هستش که با دیکلر آوردم. چیزهایی که نمیدانن زیاده. خب نگاه کنید. بیلمدیکلری چوک شی وار. بیلمدیکلری چوک شی وار. و یا اونلارن بیلمدیی چوک شی وار. چیزهایی که آنها نمیدانن زیاده است. هر دوتا جمله همین معنی رو میده. آنلاتدیکلری شی چوک اونمدی. و یا onların anlattığı şeyler veya şey çok önemli. Çizayki anha tozik deden خیلی مهم. Her de cümlem hemen ben cümle. Sevdiğimiz kişiler ve sevmediğimiz kişiler. Bir model ediger. Sevdiklerimiz ve sevmediklerimiz. یعنی چی؟ کسایی که دوست داریم و کسایی که دوست نداریم. Anlattıkları ve anlatmadıkları konular.
یه موضوعاتی که توضیح دادند و موضوعاتی که توضیح ندادند. seçtiğimiz ve seçmediğimiz ürünler. یه محصولاتی که انتخاب کردیم و محصولاتی که انتخاب نکردیم. خب دوستان، امیدوارم که این پسوند رو به خوبی یاد گرفته باشید. این پسوند خیلی استفاده میشه چون حالت صفت ساز هستش و با فعل صفت میسازن و میگن. امیدوارم که بتونید در لابلای جمله هایی که میشنوید و میخونید این گرامر رو تشخیص بدید و به مرور زمان خودتونم بتونید ازش استفاده بکنید. سعی کنید توی مطالعاتتون و یا گوش دادن هاتون نگاه بکنید ببینید که این پسوند ها کجا هست و بهتر یاد بگیرید. حالا که این ویدیو برای شما طوری ساخته شده که به دردتون بخوره، اگه به دردتون خورد حتما یه لایک بدید و اگه سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید، زنگوله رو هم بزنید چون معلوم نمیشه من ویدیوی بعدی رو کی خواهم گذاشت. به هر حال موفق باشید، حسابی تمرین بکنید، هر سوالی هم داشتید بپرسید، من جواب میدم. تا حالا نشده یه سوالی رو بدون جواب بذارم و بلافاصله هم جواب میدم. بنابراین تمرین کنید، سوال بپرسید، در خدمتتون هستم. موفق باشید.